در این بخش از برنامه با یک هنرمند ایرانی آمریکا رو در کنتلندز منشن یا کاخ کنتلندز در ایالت مریلند در حومه واشنگتن به نمایش گذاشت. با هم به دیدن فرزین میریم و به دیدن نمایشگاه. فرزین صادقی هنرمند ایرانی آمریکایی در ایران متولد شد و در تهران حرفه مهندسی و معماری را انتخاب کرد. بیشتر از 40 سال است نقاشی می کند، اما از 10 سال پیش به عنوان یک هنرمند حرفه‌ای و تمام وقت شروع به کار کرده و این اولین نمایشگاه آثار اوست. کارهایی که من اینجا دارم بیشتر آکریلیکه و از نظر میتوزای هم چوب دارم، من روی چوب کار شده، هم روی کاغذ و هم روی بوم. تابلوهای زیاد و متعددی در مجموعه کارهای فرزین دیده می شود، اما این تابلو سبک متفاوتی دارد، گویا جدا از این مجموعه باشد، اما تابلوی مورد علاقه خود اوست. نوشته شده توش که هنر چیه؟ What is art؟ خودش از خودش سوال میکنه که من چیم؟ من هنرم. و این سوالی است که معمولا در زندگی هم مطرح میشه، مسلم بخصوص در زندگی مثل من که زیاد بالا پایین داشته. این سوال های اینطوری که خود هنر چی هست و من هم از خودم سوال میکنم که من کی هستم، یک چیز فلسفی و اساسی میتونه باشه. مفهوم‌های فلسفی مانند ارزش‌های معنوی جهانی و جاودانگی برای او جذاب بوده و علاقه داشته پرسش‌هایی که در این زمینه در ذهنش وجود داشته را از طریق هنر ابراز کند. ماده اصلی و اولیه مجموعه کارهای فرزین صادقی در نمایشگاه کنتلندز آکلیریک است، اما او به روشی مبتکرانه از مواد مختلف دیگر نیز در کنار آکلیریک استفاده کرده که در ایجاد سبک منحصر به فرد او نقش داشته. سه گروه کاری هست که اینا در حقیقت اصل کار را تشکیل میدن. یکی همون که گفتم حالت موچی و خطای نازک و یکی دیگه فقط رنگ ها هستن که تو هم دیگه رفتن. این رنگ ها هم که تو هم رفتن باز در دو تا حالتن، یکی رنگ ها توشون رفتن یه ذره به صورت خطهای مشخصی هستن که این خط رنگ ها را اصلا جدا میکنن، یه دیگه هستن که نه همینطوری رنگ ها تو هم دیگه هم غلطیدن. و یه کار دیگه هم هستش که از الهام گرفته از میناکاری ایران، روی فلز میمدن با مفتول نازک شکل میدادن و توی این شکلها رنگ میذاشتن. این کارهایی که کردم من ببینید به اون بیشتر شبیه. یکتایی سبک کارهای فرزین صادقی به این دلیل است که هنرهای مدرن، علم کیهانشناسی، تاریخ و شعر و فلسفه، تجربه هایش از حرفه مهندسی و ظرافت هنر ایرانی را با هم آمیخته و ترکیبی به وجود آورده که به آبستره شباهت دارد، یا به گفته خودش فراتر از آبستره. سبک خود من رو نمیتونم اسمشو بذارم ابسترکت یا نه، میتونم در اون کلاس بیشتر مطرح باشه، ولی ابسترکت یه ذره بی فرمتر از کارهای منه. وقتی که من شروع کردم به ابسترکت کار کردن خودم، در محلی هم که زندگی میکنم حالت فارم داره و حالت طبیعت زیبا زیاد از توشون، من فکر کردم که زندگی داخلی من یا ابسترکت یا ابسترکتم اونورتره. بذاریم طبیعتی، طبیعتگرایی به اضافه این مدرن، مسلمن مدرن. هیچ گونه شما چیز کلاسیکی در کارهای من به اون ترتیب نمیبینین. با وجودی که فرزین سبک هنری خود را به این گونه توصیف میکند، بر این موضوع تأکید دارد که پیرو یک سبک خاص نیست. شاید خصوصیتی که بیش از هر چیز سبک کارش را تعریف می کند، شیوه خاص استفاده او از رنگ هاست که در کنار ظرافت و زیبایی بصری، مفهوم هایی همچون تعالی متافیزیکی را نیز منعکس می کند و بیننده را به دید عمیق تر وامی دارد.
مفهوم هایی که در شعر فارسی زیاد به چشم می خورد. شعر معروفی بود که سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت بیگانه تمام نام می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان ره دریا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردن دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، بندران آینه صد گونه تماشا می کرد. و به همین روال کارهای او را نیز می توان به صد گونه تماشا کرد. ماندانا تدیان، صدای آمریکا.